با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. خب متاسفانه در این روزها همه هموطنان عزیز، چه در داخل و چه در خارج، به خاطر این شرایط فشارهای روحی و جسمانی که این حکومت وحشی به مردم عزیزمان وارد کرده، هممون تحت استرس هستیم و به خاطر همین این برنامه را به این هدف ارائه میدم که بتونیم با طریقهای مختلف یکم از این استرس وارد به هممون کاسته بشه. از جانب خودم همونجور که در برنامه های قبلی خدمتون ارائه کردم، پرداختن به ورزش و فعالیت های فیزیکی یکی از بهترین راه های کاستن استرس هست، ولی خب برای اینکه از نظر مسائل و خدمات درمانی استاندارد از شرایط روحی روانی هم بتونیم به شما کمکی بکنیم، دو تا مهمان ویژه دعوت کردم که ایشون خانم دکتر آنایتا بسیرنیا و خانم دکتر نوشین رنجبر هستن. عزیزان محترم، ضمن خوش آمد به شما دو همکار عزیز به این برنامه. خانم دکتر بسیرنیا، شما بفرمایید یک مقدمه از بک‌گراندتون بگین تا در ادامه در خدمتتون باشیم. چشمتن. سلام، من میخواستم اول سلام عرض کنم به شما و همچنین همه بینندگان و هموطنان ایرانی. من آنایتا بسیرنیا هستم، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دوره پزشکی و همچنین بعد از اون برای دوره دستیاری روان پزشکی باز هم در دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان روزبه در خدمت اساتید بودیم و بعد از اینکه مهاجرت کردم به آمریکا دوباره دوره روان پزشکی و بعد دوره فوق تخصص اعتیاد، روان پزشکی اعتیاد را در دانشگاه آیکان مدیکال اسکول بیمارستان مانت ساینای گذروندم در نیویورک و در حال حاضر به عنوان استادیار روان پزشکی در دانشگاه ییل در حال کار هستم. بسیار عالی. خب خانم دکتر رنجبر، ضمن خوش آمد مجدد به شما. شما هم یک مقدمه از خودتون بفرمایید که بینندگان بیشتر بشناسن شما را و در جریان خدماتی که ارائه میدین بهتر قرار بگیرن. درود بر شما و همه هموطنان عزیزم. من نوشین رنجبر هستم، روانپزشک کودک، اطفال و بزرگسالان در دانشگاه آریزونا الان خدمت میکنم به عنوان استادیار و ایران تهران بزرگ شدم. از سن 12 سالگی به امریکا مهاجرت کردم و واقعا باعث افتخارم هستش که با شما باشم و اگه کاری از دستم بر بیاد از لحاظ روانپزشکی بتونم خدمت بکنم. خیلی متشکرم از شما هر دو عزیز و ممنون بابت وقتی که برای کمک به هموطنان میذارید. خب خانم دکتر رنجبر، از سال اول از شما شروع کنیم. در این دورانی که این همه مشکلات برای مردم ما ایجاد شده، از نظر روانی مردم ما چه نوع در واقع استرس و یا ناراحتی را میتونن داشته باشن؟ به خاطر اینکه این یک نوع ترامای جمعی هستش که واقعا همه دارن احساس میکنن در ایران و حتی کسایی که خارج از ایران هستن و فقط دارن از دور میبینن، همون اونم این حالت تراما رو واقعا واسه همه جورایی ایجاد میکنه. انواع اقسام میتونه روی روح و روان و بدن انواع اقسام تأثیرهای مختلفی بذاره و یکی از چیزای خیلی معمولی که خیلی ها میتونن داشته باشن حالت استراب و احساس این که امن نیستن و هر لحظه نمیدونن لحظه دیگه چه اتفاقی ممکنه بیفته و همین باعث میشه که اعصاب آدم حالت ریلکس و راحتی نداشته باشه و چیزای معمولی مثل خوابیدن خیلی سخت باشه یا معاشرت معمولی خیلی سخت باشه یا حتی صحبت کردن راحت با عزیزان آدم به اون راحتی که قبلا هستش نباشه و خب اینا هم میتونه حالت شرم و اینه که چرا من این حالتها رو دارم به وجود بیاره و همون شرم باعث میشه که آدم یه وقتا احساس تنهایی بکنه یا نخواد با دیگران باشه و خب همونم میتونه احساس افسردگی یا تنها بودن یا اون حالت استراب رو حتی بیشتر بکنه، چون تنها بودن به آدم یه حالتی میده که کسی حرف منو نمیفهمه و من نمیتونم
بتونم با بقیه بروز بدم. همه اینا امکان داره و داستان طولانی داره و متاسفانه همه عزیزان به خصوص در ایران دارن این تجربه ها رو میکنن. دقیقا متاسفانه هممون اینو لمس کردیم، فرق نمیکنه چه در داخل و چه در خارج. خانم دکتر بسیرنیا، آیا شواهد و سیمتوم های دیگه هم هست که مردم اینو بهتر بتونن در خودشون شناسایی کنن؟ به طور مثال خشم یکی از مسائلیه که ما واقعا باش روبرو بودیم در تمام این 3 ماه اخیر. نکته خیلی مهمیه. نکته که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که خیلی کاملا طبیعی و قابل درکه که در چنین شرایطی انواع اقسام احساس ها رو ما ممکنه تجربه بکنیم. حالا اینکه چه احساسی رو تجربه میکنیم بر اساس زندگی گذشته ما، شخصیت ما ممکنه که فرق بکنه. ممکنه من احساس خشم بیشتری بکنم، یک نفر دیگه احساس ترس بیشتری بکنه، کس دیگه احساس غمش خیلی شدید باشه، یا ممکنه ترکیبی از همه این احساسات باشه. ولی چیزی که و خب تا یه حدی اینها یعنی کارش هم نمیشه کرد، یکی از خصوصیت‌های انسان اینه که توی چنین شرایطی این احساسات رو تجربه میکنه. ولی ما باید در این حال هوشیار باشیم که از چه حدی وقتی که بگذره دیگه ما واقعا احتیاج داریم که کمک بگیریم. یعنی من نمیخوام بگم که حالا دیگه بیماریه یا هر چیزی، ولی از یه حدی که بگذره شدت اون احساسا به حدیه که ما احتیاج داریم که خودمون به خودمون کمک کنیم و یا از بیرون کمک بگیریم، از یه متخصص کمک بگیریم که بتونیم اون احساسات رو جوری کنترل بکنیم که زندگی ما رو بیش از حد تحت تاثیر قرار نده. مثلا شما خشم رو فرمودید، خشم میتونه طبیعی باشه، ولی اگه من اونقدر احساس خشم بکنم که با همه اطرافیانم شروع بکنم به پرخاشگری کردن و روابطم رو در واقع تخریب بکنم با این کار، خب در اون نقطه دیگه من باید به این فکر بکنم که خب من چطور میتونم احساس خشمم رو کنترل بکنم که اثرات مخربش کمتر باشه برای من. خیلی متشکرم. خانم دکتر رنجبر، اگه مردم ما در این شرایط که هممون در واقع اینو لمس میکنیم، اضطراب و افسردگی رو حس کنیم و نتونیم به دکتر مراجعه بکنیم، چون از یه طرف تقریبا تمام مردم ما این 80 میلیون دچار این اضطراب و استرس شدن و از یه طرف تعداد همکاران روانپزشک جوابگوی نیازمندی های این همه هموطنان نمیشه و نمیتونن بدن، مردم در خونه و منزل خودشون چه کارهایی ما میتونیم بکنیم که یک مقدار از این مشکلات رو کمتر کنیم؟ بله، همینطور که دکتر بسیرنیا فرمودن، هرچی زودتر ما به این مسائلی که داره پیش میاد، حالا میخواد خشم باشه، میخواد شرم باشه، میخواد غم و سوگ باشه، هرچی زودتر به این احساسات طبیعی کمک کنیم که بروز سالم پیدا بکنن، امکانی که به جایی برسن که دیگه نتونن تحمل کنن یا احتیاج به دکتر داشته باشن خیلی بیشتر خواهد بود. یعنی وقتی این کارهای پریونشن رو بکنیم احتمال احتیاج به دکتر کمتر خواهد بود، اگه درست گفتم. و اتفاقا هموطنان در ایران به خاطر سنت قوی ایران و به خاطر شجاعت و زیبایی که واقعا مردم دارن آردی این کارها رو دارن انجام میدن. مثلا استفاده از هنر، استفاده از موسیقی، استفاده از نوشتن، صحبت کردن، که این خشم ها، این غم ها، این سوگ ها به عنوان طبیعی بتونه از راه های هنری و همبستگی به دیگران بروز پیدا بکنه و همین باعث میشه که اون انرژی درون آدم گیر نکنه که انقدر زیاد بشه که دیگه نشه تحمل کرد. و خب تو تاریخ دنیا همه جا این کارا رو انجام دادن که با استفاده از بروز دادن طبیعی این کار رو انجام بدن. اما چیزی که مهم هست که مردم بتونن بروز بدن، امکان جاهای امنی هستش که بروز دادن تو اون جاها امکان داره. و برای همین یکی از کارهایی که من توش خیلی فعال هستم، گروه‌هایی هستش که گروه‌های 8 نفره 10 نفره که مثلا تعدادی که با هم احساس راحتی دارن میتونن دور هم جمع بشن و با کمک یه تسهیلگر هم تکنیک‌های یاد بگیرن که این احساسات رو سالم بروز بدن و همین که یه حالت امنیتی واسه اون گروه داشته باشه، رازداری باشه، بتونن راحت با هم باشن. و وقتی مردم یاد بگیرن که چجوری این حالتها رو تو خانواده خودشون، توی مدرسه خودشون، توی جامعه یه جورایی هی درست کنن،
امکان این که هر کسی احساس تنهایی بکنه که هیچکی حرف منو نمیفهمه، به هیچکی نمیتونم بگم، هی کم کم میشه و خب این خیلی کار بزرگی هستش و واقعا وقت و فرصت و کمک زیادی لازم داره، اما ریسرچ نشون داده که یه جوری خود کامیونیتی، خود مردم باید با هم باشن، با هم به هم کمک کنن و از همدیگه کمک بگیرن. این چیزی نیستش که هر کسی بخواد بره دنبال دکتری بگرده و واقعا همچه که شما گفتید ممکن نیستش. دقیقا، ولی خب متاسفانه در بعضی مواقع مثل مادرانی که عزیزانی رو از دست دادن یا فامیلی رو از دست دادیم یا فشارهایی که به افراد در بازداشت هستن وارد میشه، برای بعضی از افراد این در واقع تولرانسی یا اون مرز تحمل خیلی زیاد میره بالا و در شرایط معمولی شاهد اون نیستیم. خانم دکتر بصیرنیا، در همچین مواقعی، یا سوال ما اینجوری بپرسم، در چه مواقعی مردم دیگه باید به همکار روانپزشک مراجعه بکنن؟ دقیقاً چیزی که من میخواستم تاکید بکنم اینجا اینه که اجتناب نکنیم از اینکه به روانپزشک مراجعه بکنیم. اینکه آدم به روانپزشک مراجعه بکنه نشونه این نیستش که مثلا من ضعیفم یا از عهده‌اش خودم بر نمیام. مراجعه به روانپزشکی و شروع داروهای روانپزشکی به این معنی هم نیست که باید تا مدت طولانی این داروها رو مصرف کنن. همه ما ممکنه واسه مقطعی از زندگیمون که تحت فشارهای خیلی زیادی هستیم احتیاج داشته باشیم مثلا که کمکی بگیریم. ولی خب اگه بخوایم به طور دقیق به چند تا از شواهدی که این هموطنان حس کردن در خودشون اشاره بکنیم، میشه چند تا از این شواهدی که در واقع اضطراب و استرس در خودشون تشخیص بدن در اون قدم اولیه، میتونید چند تونم ببرید؟ حتما. مواردی که من میتونم به طور حالا مشخص روش تاکید کنم که اگه این طور شد دیگه به نظر من حتما لازمه که با روانپزشک صحبت بکنن، یکی اینه که اگه که به هر دلیل انقدر این علائم شدید باشه که امکان زندگی عادی دیگه سلب بشه، مثلا فرد نتونه از رخت خواب بیاد بیرون، نتونه به کارش برسه، نتونه از بچه‌هاش نگهداری بکنه، کاری که به طور عادی میتونه بکنه رو دیگه نتونه انجام بده، این یکی از شرایطه. و یکی دیگه این که اگه افکار آسیب به خود و افکار خودکشی زیاد توی ذهنش باشه، بعضی از افراد ممکنه که فکر بکنن که این افکار مثلا عادیه یا خیلی ها این افکار رو دارن یا مثلا ربطی به مثلا بیشتر مربوط میشه به مسائل زندگی، به محیط ربط داره و چیزی نیستش که با دارو بشه کارش کرد، با درمان بشه کارش کرد. ولی من میخوام تاکید کنم که اگه کسی افکار خودکشی داره و میخواد به خودش آسیب بزنه، حتما این رو امتحان کنه که با یه پزشک مشورت بکنه و ببینه که آیا راه برون رفتی هست از این احساس. خیلی متشکرم. همونجوری که بینندگان در برنامه دو هفته پیش دیدن، شما و سایر همکاران دیگه گروهی هم دارین که به اسم گروه ایران داکس، که اگه احیانا دسترسی به همکاران داخل کشور نداشتن میتونن از این طریق هم به گروه شما و متخصصین روانشناس و روان درمانگر مراجعه بکنن که کمکی هم دریافت بکنن. خانم دکتر رنجبر، ببینید در این سه ماه خب دیدیم که بیشتر از 17-18 هزار نفر از عزیزان و هموطنان ما رو بازداشت کرده این رژیم وحشی و خیلی از اینا به حکمای خیلی ناجوانمردانه محکوم شدن به طور غیر عادلانه و خیلی هم بعد از مدتی شکنجه و آزار و اذیت آزاد شدن. وقتی یه نفر از زندان آزاد میشه، اطرافیان و خود این عزیزان چه کارها و اقداماتی لازمه که انجام بدن تا یک کم از اون بار روحی و فشارهایی که به اینا وارد شده در مدت بازداشت رو بکاهند؟ عزیزان، یه چیزی که خیلی مهم هستش همین که آگاهی کسایی که بیرون از این داستان هستن، حالا بیرون از زندان، خانواده شخص، دوستای شخص، متوجه باشن که اتفاقایی که ممکنه به این شخص افتاده باشه ممکنه انقدر سخت باشه که واقعا اون شخص اصلا آماده صحبت کردن دربارش یا این نباشه که مثلا سوالی بکنن چی شد، چرا اینطوری شد، چه بلایی سرت اومد، و باید یه جورایی کمکیار این شخص باشن
که جای امن براش تا جایی که میتونن پروواید بکنن و هر وقت حاضر هستش، هر چقدر حاضر هستش اونو ازش بخوان، نه اینکه بگن که مثلا همین فردا باید برگردی سر کار، چرا نمیتونی برگردی اونطوری که قبلا بودش، یا خدا رو شکر که مثلا اتفاق بدتری برات نیفتاد، مثلا چرا انقدر ناراحتی. یعنی هر چیزی که امکان داره این شخص احساس بکنه که اینا اصلا حرفشو نمیفهمن، بهتره که از اون سوال ها و اون واکنش ها آدم دور بمونه. اما شنیدن حرفشون و از این که ازش بپرسن چی لازم داری، چه چیزی الان شاید بهت کمک بکنه، اگه میگه میخوام تنها باشم بهش اون راحتی رو بدن که همش دورش آدم نباشه، اگه ممکنه با یه دوستی بخواد بیشتر وقت بذاره اونو براش آماده بکنن و یه جورایی تنهاش نذارن، ولی خیلی هم اذیتش نکنن که چرا نمیگی، چرا این کار نمیکنی، چرا اون کار نمیکنی، و اینکه یه جورایی براش معمولی کنن که معلومه که این اتفاقی که برات افتاده الان حوصله‌شو نداری که مثلا بیای به مهمونی یا بری سر کار، یعنی بهش قوت قلب بدن که تو آدم مستحکمی هستی، خیلی انرژی خوب داری، خیلی امکانات زیادی درونت هست، اما الان وقتشه که از خودت مراقبت کنی، هر چیزی لازم داری برات فراهم بشه تا وقتی که به جایی برسی که بتونی کارهای خیلی بهتری تو زندگیت انجام بدی. خیلی متشکرم. دقیقا بر مبنای همین نکاتی که فرمودین نشون میده که ما هم ایرانی ها و در این شرایط فعلی این مشکلات روحی روانی را اصلا دست کم نگیریم، چرا که فشارهایی که در مدت بازداشت به این عزیزان وارد میشه یکی دوتا نیست، از شکنجه فیزیکی تا روحی تا متاسفانه تجاوز و دهها مشکلی که واقعا روح و روان افراد میتونه به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. و به همین منوال هم شاهد بودیم خانم دکتر بسیرنیا که دهها هموطن بعد از آزادی از زندانهای وحشیان حکومت اسلامی دست به خودکشی زدن و این فکت، این آمار دقیق هست. اینه که پس نشون میده که این در حرف و حدیث نیست، فقط در عمل اتفاق میفته. و به همین خاطر میخواستم از شما بپرسم، برای بینندگان توضیح بدین که اگه کسی احیانا به فکر خودکشی افتاد اطرافیان چه کارهایی میتونن بکنن و یا تیم همکاران روانپزشک و اون گروهی که شما دارین میتونه چه خدماتی ارائه بده؟ دقیقا همینطوره. متاسفانه احتمال خودکشی در روزها و هفته‌های اول بعد از آزادی از زندان و همینطور تا قبل از رسیدن در واقع حکم دادگاه و برگزار شدن جلسه دادگاه و حکم خیلی بالاست و متاسفانه ما شاهدش هم بودیم در روزها و هفته‌های گذشته. من چند تا نکته رو میخوام بگم. اول اینکه خانواده هیچ موقع فکر نکنن یا اطرافیان فکر نکنن که اگه کسی قبلا افسردگی نداشته الان هم پس ممکن نیست که فکر خودکشی داشته باشه. در اثر فشار زیادی که توی زندان میاد این فکر ممکنه به ذهن شادترین و قویترین افراد هم برسه. اینه که بر اساس اینکه مثلا فرض کن این فرد قبلا هیچ موقع راجع به خودکشی صحبت نکرده، هیچ سابقه بیماری روانپزشکی نداشته، هیچ موقع افسرده نبوده، ما فکر نکنیم که پس الان هم این حالت رو نداره. اگه راجع بهش حرف نمیزنه بازم فکر نکنیم که این حالت رو نداره. تنها راهش اینه که مستقیما ازش بپرسیم. و این رو من میخوام تاکید کنم که پرسیدن از افکار خودکشی این افکار رو القا نمیکنه و خطر اون رو بیشتر نمیکنه. اینه که مستقیما ازشون بپرسیم و ولی خب طبیعتا این رو هم در نظر داشته باشیم که این سوال خیلی حساسیه، یعنی وقتی که میخوایم باهاشون راجع به این موضوع صحبت بکنیم یه شرایط امنی فراهم کنیم، اجازه بدیم که کمی آروم باشن بعد باهاشون صحبت بکنیم، ولی خب به هر حال خیلی مستقیم باید راجع به اینکه آیا این فکرها به ذهنشون میرسه صحبت بکنیم. و اینکه در روزها حتی اگه گفتن که نه این فکر رو ندارن باز هم ممکنه این فکر وجود داشته باشه، اینه که در روزها و هفته‌های اول سعی کنیم تنهاشون نگذاریم، سعی کنیم محیط خونه رو امن بکنیم، اگه مقدار زیادی دارو توی خونه هست یا وسایلی که مثلا تیغ یا وسایلی که ممکن فرد استفاده بکنه برای اینکه به زندگیش خاتمه بده اونا رو از دسترس خارج بکنیم.
من حالا میخواستم اینجا تاکید بکنم که یک ویدیوی دقیقا به همین دلیل در واقع اینکه خانواده‌ها چه کار میتونن بکنن بعد از آزادی عزیزانشون از زندان ما تهیه کردیم در گروه ایران داکس که اون رو هم من توصیه میکنم که تماشا بکنم. خیلی ممنون، لینک رو حتما اینجا میذاریم که بینندگان به اون مراجعه بکنن. خب خیلی متشکرم از شما هر دو عزیز. ما کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم. در پایان میخواستم هر کدوم از شما به طور مختصر به این که ضمن این که این نوجوانان بعد از بازداشت این مراقبت های اولیه رو که به خوبی توضیح دادن باید انجام بدن و مخصوصا خانواده ها و اطرافیان، از یک طرف هم شاهد این هستیم که این سری در واقع مردم جوانتر ما یا نوجوانان ما در این فضای انقلابی یک جورایی میخوان خودشون رو تعریف بکنن، در واقع خودشون رو نشون بدن. رفتار و برخورد والدین و اطرافیان با این نوجوانان بایستی چجوری باشه که از یک طرف جلوی مبارزات اونها رو نگیره و از یک طرف هم شاهد حوادث غیر مترقبه و یا اتفاقات دیگری نباشیم؟ خانم دکتر رنجبر شما بفرمایید. بله، از لحاظ والدین واقعا مهمه که سعی کنن الگوی مهربان و همدم و مثبتی برای بچه هاشون باشن. مثلا همین مسائل روحی و روانی و احتیاج به درمانگر و اینا رو ممکنه خودشون هم این احتیاج رو قبلا داشته باشن، اینو در میون بذارن. ببین منم مثلا این سختی رو که داشتم میکشیدم مراجعه کرده بودم، خیلی بهم کمک کرد. یا اینکه این اصلا چیز معنی نیستش که شما ضعیف هستی، هر کسی ممکنه مثلا کمکی یه وقتی احتیاج داشته باشه. و همینطور وقتی که خشمشون رو میبینن، وقتی استرابشون رو میبینن، سعی بکنن باشون همدلی بکنن که معلومه این احساس رو داری. منم اگه 14 سالم بود و یهو وسط یه انقلاب بودم، مطمئنن همین اتفاقا برام شاید میافتاد. و این بهشون کمک میکنه که بزرگ سالا با اینکه دقیقا نمیفهمن که این عزیزان چی دارن میکشن، دارن سعی میکنن که الگوی مثبت و آتنتیکی باشن براشون، به جای اینکه بگن چرا خشم داری، کم کن، نمیدونم این کارو نکن، اون کارو نکن. اینا همه میتونه کمک بکنه. خانم دکتر بصیرنیا، در پایان نکته خاصی هست که شما بخواین اضافه بکنین برای والدین یا هموطنان دیگه که در این مبارزات خیلی با همت دارن پیش میروند؟ من فقط یه نکته رو میخواستم بگم که خیلی از جوانانی که حالا درگیر هستن توی اعتراضات اخیر و همچنین خانواده هاشون، این رو در نظر داشته باشن که این شرایط سخته و هیچ تصمیم واقعا درست یا غلطی هم نمیشه گفت وجود داره. هر کسی بر اساس شرایط خودش و چیزی که به نظرش درست میاد رفتار میکنه. و بعد خانواده ها خودشون رو سرزنش نکنن که من کاش جلوشو گرفته بودم، کاش این کار کرده بودم یا اون کار. واقعیتش اینه که به هر حال توانایی ما محدوده و شرایط بسیار سختیه. ما تلاشمون رو میکنیم، مطمئنم همه افراد تلاششون رو میکنن که تا جایی که میتونن رفتار درست رو انجام بدن، ولی متاسفانه بعضی از مواقع اتفاقهای ناگواری هم میفته. و من دلم میخواد که اینو بگم، این پیغام رو فقط بگم که خودمون رو سرزنش نکنیم، مشکل ما نیستیم، مشکل جای دیگه. خیلی متشکرم از هر دو عزیز و در پایان برنامه ضمن تشکر از شما و فعالیت هایی که شما عزیزان در کنار سایر همکاران کادر درمان برای خدمات پزشکی و روان پزشکی به هموطنان انجام میدین، بنده هم در پایان از شما عزیزان تشکر میکنم و به اتفاق خانم دکتر بصیرنیا و خانم دکتر رنجبر با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم به امید پیروزی و سرنگونی رژیم جلاد و ضحاک جمهوری اسلامی.